به غیر از بیت مارک هایی که شما روی موسیقی میتونید اضافه بکنید، به خود تصویرها هم میتونید مارکر اضافه بکنید. به طور مثال من اینجا میتونم بیام این آیکون قهوه‌ای رنگ رو بکشم روی این تصویر، حالا یه دونه مارکر روی این تصویر دارم. اینجا میتونم یه توضیح بنویسم، مثلا replace this، یا حالا هر عنوان دیگه که دوست داشتید. این برای اینکه شما خاطرتون باشه یا به خاطرتون بیاره که اینجا چیکار می‌خواستید بکنید، یا اگر خواستید بر اساسش تدوین بکنید میتونید این کات رو تا اینجا بیارید و خودش اسنپ میکنه روی این مارک. خیلی استفاده های خاصی داره این مارکر که حالا اگه یه خورده بخواید کارتون رو حرفه‌ای‌تر انجام بدید مسلما خیلی بیشتر بهش نیاز پیدا میکنید. اگر دوست داشتید میتونید جابجاش بکنید، اگر خواستید میتونید روش کلیک بکنید عنوانش رو تغییر بدید. به طور مثال من دوباره اینجا میتونم دابل کلیک بکنم بگم ریپلیس this with photo، یا حالا هر چیز دیگه که خودم دوست داشتم. اما یه مارکر دیگه هم اینجا هست که عین همین مارکر قهوه‌ای رنگه ولی نارنجیه، و همونطور که شما می‌بینید یه عدد بالاش میاد، هرچند که این یکی هم میشه تغییر داد. دومین عنوان چپتر مارکره که اگر شما DVD ها رو دیده باشین، اکثرا DVD ها توشون یه سری چپتر فیلم تقسیم شده، و به طور مثال فیلم یه کار 60 دقیقه یا 120 دقیقه ممتد نیست. توی DVD پلیر که شما بذارید یه همچین چیزی هست که میاد میگه خب مثلا بخش 9 ما اینه، بخش 10 ما اینه، بخش 11 12. شما اینجا دقیقا همین کار رو میتونید انجام بدید. میتونید بگید مثلا بخش 1 من مثلا آرک، بخش 2 من که حالا فرضاً این یکیه ایفل، و چپتر 3 من مثلا لوور. این چپتر مارک هایی که الان شما می‌بینید من با این فاصله اینجا گذاشتم، هرچند که خب طبیعتاً اگر شما مثلا یک کار یک ساعته داشته باشید اینا رو با فواصل 8 دقیقه 9 دقیقه‌ای بذارید بر اساس حالا عنوانی که دارن مسلما خیلی جالب‌تر خواهد بود. توی IDVD این چپتر مارک ها قابل شناسایی هن. یعنی اگر شما این فیلم رو اکسپورت بکنید برای IDVD، بیایید اینجا توی شیر IDVD میتونه این چپترها رو شناسایی بکنه و دقیقاً یه چیزی عین همین رو برای شما درست میکنه، با این اختلاف که جاهایی که این چپتر مارک ها هستن میشن فواصل تقسیم فیلم شما. بعدن اگه احیانا خواستید DVD رو برای کسی بذارید، میتونید مثلا از یه جای خاص شروع بکنید، به جای اینکه از اول بسم الله شروع بشه تا آخر فیلم میتونه مثلا بلافاصله بره طرف روی ایفل حالا یا رو لوور. و دقیقا این چپتر مارک ها فقط برای زمانی هستن که شما میخواین از این فیلم بعدن برای درست کردن یه DVD استفاده بکنید.